توی این فیلم قصد داریم با اصول اولیه تبرید آشنا بشیم و خواهیم دونست چرا به تبرید نیاز داریم و چگونه انتقال دما تو پروسه تبرید تأثیر گذاره و رابطه بین دما و فشار رو برای آب و مبردها رو هم خواهیم دونست و همینطور با تغییر فاز هم آشنا میشیم اما تبرید چی هستش؟ هدف اولیه تبرید کاهش دمای فضایی محدود یا یه جسمی خاصه و بعد از اون نگه داشتن تو اون زمای پایین هستش تبرید چگونه میتونه بر رشد میکروارگانیسما تاثیر بذاره رشد میکروارگانیسم ها به زمان و دما وابسته است رشد رو میتونیم با کنترل دما کنترل بکنیم رشد میکروارگانیسم ها هم در دمای زیر 10 درجه سانتیگراد کند میشه دما دما خاصیت فیزیکی یه نمونه است که تصور عمومی هم از اون سرما و گرماه دما رو میشه با ترمومتر دماسنج اندازه گیری کرد توی واحد اس SI آی دمای کلوین داره دمای مطلق هستش که منفی 273 ممیز 15 درجه هست زمانی که با سیستم های تبرید کار میکنیم دمای درجه سیلیسیوس معمولترین درجه مورد استفاده ماه است. که درجه سیلسیوس برابر است با درجه کلوین منهای 273 ممیز 15 درجه کلوین تنها تفاوت بین کلوین و سیلیسیوس هم تفاوت در نقطه مرجعه درجه فارنهایت هم یه واحد دیگه اندازه گیریه که تو امریکا و بعضی از کشورها استفاده میشه درجه فارنهایت هم همونطور که تو تصویر میبینید دارای رابطه ای هستش با درجه سانتیگراد که برابر با یک و هشت دهم برابر درجه سانتیگراد به علاوه سی هست. همونطور که تو تصویر میبینید وقتی که میخوایم دمای آب در حال جوشش رو اندازه بگیریم تو فش اتمسفریک وقتی که دماسنجمون با مقیاس درجه سانتیگراد رو در آب قرار میدیم درجه 100 درجه رو نشون میده. و مقیاس کلوین 373 ممیز 15 درجه کلوین رو نشون میده اما ترمومتر فارنهایت 212 درجه فارنهایت رو نشون میده تمام این اعداد مقیاس هایی هستند که در واحد استانداردی خودشون به کار برده میشن دماها رو از طریق فرمول میشه به همدیگه تبدیل کردش که نیاز هستش برای کارمون این فرمول ها رو بدونیم و اما فشار فشار با نیروی که بر یک سطح وارد میشه تعریف میشه توی تبرید فشار معمولا برای سیال که یک گاز فریونیه به کار برده میشه فشار گیج هم برابر با فشار مطلقمون منهای فشار اتمسفر و فشار اتمسفر هم یک بار هستش و اما فشار مطلق زمانی که یک نمونه توی حالت مایع یا گاز توی مخزن بسته نگهداری بشه بخار به دیواره نیرو وارد میکنه نیروی وارد شده به سطح داخلی تقسیم بر سطح داخلی مخزن رو فشار مطلق میگن فشار بالای فشار اتمسفریک رو هم معمولا با نام فشار گیج نام میبرند وکیوم یا خلع وکیوم را با فشار مطلق صفر بار تعریف میکنند اما تا زمانی که رسیدن به این فشار امکان پذیر نباشه کلمه وکیوم در حالت کلی برای تشریح فشار پایین تر از فشار اتمسفریک به کار میره وکیوم رو معمولا با میلی بار بیان میکنند که میلی به معنی هزارم هستش واحد فشار در سیستم SI واحد فشار پاسکال هستش که برابر با نیوتون بر متر مربع هست و یک ممیز صفر سیزده بار برابر است با 101 ممیز 325 کیلو پاسکال واحدهای دیگه فشار بار پی اس آی پی اس آی همون پوند بر این مربع هست میلیمتر جیوه هستش یا میتونیم بگیم میلیمتر ستون جیوه واحد استاندارد شده تا به فشار مطلق یا فشار گیج انتخاب شده باشه فشار مطلق به وسیله حرف کوچیک آ و فشار گیج به وسیله حرف کوچیک جی نشون داده میشه برای مثال فشار مطلق چهار بار آ که به فشار گیج تبدیل شده برابر با سه بار جی که چهار بار منهای یک ممگ صفر سیزده هستش یک پاسکال برابر با یک نیوتون بر متر مربع هست و یک بار هم برابر است با یک زبده ده به توان پنج پاسکال پس فشار مطلق برابر میشه با فشار گیج به علاوه ی فشار اتمسفر. اصطلاحات بنیادی دانسیته دانسیته سیال معین کننده جرم بر واحد حجمه در سیستم آی SI واحد دانسیته برابر با کیلوگرم بر متر مکعبه آب خالص که همون هاشده او هست دارای دانسیته هزار کیلوگرم بر متر مکعبه البته تو دمای چهار درجه سانتیگراد و توجه بکنیم که دانسیته زمانی که دما افزایش پیدا میکنه کاهش پیدا میکنه و توجه بکنیم که دانسیته با افزایش دما کاهش پیدا میکنه حجم ویژه حجم ویژه حجمیه که به وسیله یک واحد از جرم جسمی اشغال میشه حجم ویژه یه نمونه برابر معکوس دانسیته جرم اونه و در واحد SI با متر مکعب بر کیلوگرم بیانش میکنم انتقال گرما یا انرژی انرژی به شکل گرما انتقال پیدا میکنه چون که اختلاف دما بین دو رسانا وجود داره گرما از نقطه با دمای بالاتر به قسمت با دمای پایینتر منتقل میشه تا دما در هر دو منطقه به تعادل برسه تاثیر انتقال گرما یا انرژی چی هستش اولین تاثیرش افزایش دما هست انتقال گرما به دمایی یا اختلاف دمایی که بین دو یا چند جسم وجود داره وابسته است گرما همیشه از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر انتقال پیدا میکنه یک مثال روزمره گرم کردن ظرف حاوی آب روی اجاقه. گرما از کف ظرف با آب منتقل میشه انتقال گرما به با آب باعث افزایش دمای آب میشه به عبارت دیگه گرم کردن یک نمونه رو میشه با انتقال انرژی همون گرما هست با اون نمونه بیان کردش زمانی که یک نمونه رو گرم می کنیم اون نمونه انرژی جنبشی به دست میارند که باعث لرزش مولکولها ها میشه تاثیر دیگه انتقال گرما کاهش دما هست تو بسیاری از موارد ما نیاز داریم دمای جسمی رو کاهش بدیم این کار رو میتونیم از طریق نمونه دیگری با دمای پایینتر انجام بدیم و تماس باعث میشه که گرما از جسمی که میخوایم سرد بشه به جسم سردتر منتقل بشه و به این صورت دمای جسم مورد نظرمون کاهش پیدا بکنه به عبارت دیگه سرد کردن یک جسم مثل انتقال گرما از اون جسم به جسم دیگه ایه سومین تاثیر انتقال گرما تغییر فازه تمام اجسام میتونن توی سه فاز مختلف جامد مایع بخار باشن آب بهترین مثالم از این جسمه که هر روزه هر سفاز اونو میبینیم سفاز آب عبارتند از جامد که همون یخ مایه که آب هستش و حالت بخار مولکولها ها تو هر سفاز ثابت باقی میمونند هاش او هستند به پروسه تغییر فاز از جامد به مایع ذوب شدن میگن و به پروسه تغییر فاز از حالت مایع به بخار جوشیدن میگن زمانی که بخار به فاز مایع تبدیل میشه این پروسه رو کندانس یا میعان میگن و در صورت تغییر فاز به حالت جامد این تغییر فاز رو حالت انجماد میگن اما حالت سوم تغییر فاز جامد به مایع آب تو حالت جامد که همون یخ هست داره مولکولهایی های نزدیکتر به هم نسبت به حالت مایه زمانی که انرژی گرمایی به یخ منتقل میشه انرژی داخلی یخ افزایش پیدا میکنه پس لرزش مولکول های جسم هم افزایش پیدا میکنه زمانی که این لرزش افزایش پیدا کرد جسم کم و کمتر منظم خواهد بود تا اینکه انرژی جنبشی جمع شده از پایداری انرژی جسم جامد بیشتر میشه و مولکول ها شروع به شکستن به فرم مایع میکنن تغییر فاز مایع به بخار زمانی که گرما به ملکول های مایه منتقل بشه انرژی داخلی افزایش پیدا میکنه و ساختار مولکولی میشکنه و باعث تبخیر میشه چگونه میزان انتقال دما رو اندازه بگیریم مقدار انتقال انرژی گرمای منتقل شده رو با ژول اندازه گیری میکنند. مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک کیلوگرم آب از 14.5 به 15 درجه سانتیگراد برابر چهار ممیه کیلو جوله. مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش یک درجه کلوین دمای اجسام مختلف با همدیگه فرق داره برای مثال یک کیلوگرم آهن خالص تقریبا نیاز به 447 هزارم کیلوژول داره در حالی که یک کیلوگرم از هوا نیاز به یک کیلو جول داره این تفاوت دمایی به دلیل ظرفیت گرمایی ویژه است که مشخص کننده انرژی مورد نیازه که یک درجه کلوین دمایی یک کیلوگرم از جسم افزایش پیدا می واحد ظرفیت گرمایی ویژه ژول بر کیلوگرم درجه کلوینه اما گرمای نهان مقدار انرژی آزاد شده یا جذب شده به وسیله یک جسم در حین تغییر فاز که دمای جسم هم تغییری نکنه سوپر هیت بعد از اون که تمام آب به گاز تبدیل شد که همون بخار هست با اضافه کردن گرما به بخار باعث افزایش دما به بیش از دمای جوش که همون 100 درجه است میشیم افزایش دما به بیش از نقطه جوش رو سوپر هیت میگن سابکول سابکول برابر دمای مایع یا جامد زیر دمای اشباء تنها مایعات و جامدات میتونن سابکول باشن اجازه بدین دوباره از آب به عنوان مثال استفاده کنیم آب توی سطح دریا داره دمای جوشش 100 درجه سانتیگراده هر مقدار گرما از این آب زدوده بشه افت دما به زیر دمای جوشش و آب رو سابکول میگن آب تو 99 درجه سانتیگراد داره یک درجه سانتیگراد سابکوله. در صورتی که دمای آب تا 82 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کنه آب به میزان 18 درجه سانتیگراد سابکول شده فشار بخار فشار بخار تو دمای ثابت با فشار فاز غیر بخاری اون برابره برای نمونه یک ظرف بسته در دمای ثابت شروع به تبخیر میکنه زمانی که مایه تبخیر شد بخار بالا میره و به ظرف ضربه میزنه و تمایل به کندانس شدن و برگشت به حالت مایه رو داره این پروسه ادامه پیدا میکنه توی مرحله تعادل برقرار میشه چون دما ثابته و فشار توی این مرحله رو فشار بخار میگن نقطه جوشش نقطه جوشش یک جسم دماییه که فشار بخار مایه برابر با فشار محیط اطراف آبه. نقطه جوشش به فشار محیط وابسته است یک مایع تو حالت وکیوم داره نقطه جوشش خیلی پایین تر از فشار که نقاط جوشش مواد مختلف هم با هم فرق داره برای مثال نقطه جوشش آب تو یک بار 100 درجه سانتیگراده و گاز فریونی R134 آ در فشار یک بار داره نقطه جوشش منفی 26 3 درجه سانتیگراده همونطور که برای نمودار میبینید گرما داده میشه به یخ تا به نقطه زوب برسه دما ثابت هست انرژی گرمایی داده میشه تا زوب بشه و بعد از اون دما دوباره افزایش پیدا میکنه انرژی گرمایی داده میشه تا به نقطه جوش برسه در نقطه جوش دوباره دما ثابت هست تا به تبخیر برسه و اواپریشن و از زمانی که اتفاق میفته با افزایش دما با افزایش دادن انرژی گرمایی ما میتونیم سوپر هیت رو افزایش بدیم همونطوری که بر روی این نمودار میبینید فازهای مختلف آب رو دارید مشاهده میکنید که سابکول، گرمای نهان و سوپرهیت به ترتیب توی نمودار قرار دارند. با تعارف فیزیکی که بررسی کردیم الان بهتر میتونیم درک بهتری از فشار و دما و روابطشون داشته باشیم زمانی که آب تو سطح دریا هست توی 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد اما زمانی که توی ارتفاع قرار میگیره و فشارمون 6 دهم بار هست آب تو 89 درجه سانتیگراد به جوش میاد پس با افزایش ارتفاع و کاهش فشار وارده بر سطح مایه ما میتونیم به این نتیجه برسیم که دمای جوشش آب هم کمتر میشه